جهان ما و فراتر از آن. برنامه فضا با همکاری آژانس فضایی اروپا. برای چند ثانیه خود را در فضا احساس می‌کنید. به دنیای بی‌وزن پروازهای پارابولیک یا سهموی شکل خوش آمدید. لحظه‌ای که به وضعیت میکروگرانشی میرسیم باور نکردنی است. انگار یک ابر شما را به آرامی در آسمان بالا و پایین میبرد. طی پرواز پارابولیک مسافران به مدت 22 ثانیه از جاذبه زمین آزاد میشوند. پرواز پارابولیک یعنی هنگامی که هواپیما به شکل یک منحنی در هوا پرواز میکند. در واقع هواپیما را به هوا پرتاب کرده و به مدار ارسال میکنیم. با این حال این هواپیما که به مدار پرتاب میشه یک هواپیمای معمولی است. هواپیما استاندارد است. بارها و بدنه آن اصلاح نشدند. موترهای آن نیز تغییری نکردند. هنگامی که هواپیما به بالای منحنی میرسد یک اتفاق جادویی رخ میدهد. زمانی که در گرانش صفر شناور هستید دیگر با بدنه هواپیما یا زمین تماس ندارید. وزنتان را به همان میزانی احساس میکنید که در شاتل فضایی یا در ایستگاه فضایی بین المللی احساس میکنید. پروازهای پارابولیک یکی از بهترین راه ها برای شبیه سازی محیط فضا هستند و کمک زیادی به دانشمندانی میکنند که در مورد مسائل مربوط به میکروگرانش پژوهش میکنند. اما برای استفاده از این فرصت طلایی پژوهشگران باید ثابت کنند که از نظر علمی آزمایش‌های با ارزشی را دنبال می‌کنند. یکی از تیم‌های پژوهشی که برای پرواز امروز به فرودگاه بردوی فرانسه آمده از محققان دانشگاه ورزش کلن آلمان تشکیل شده. ما علاقمندیم ببینیم هنگامی که وزنمان را احساس نمی‌کنیم چه اتفاقی بر روی مغز می‌افتد. خون در بدن مجدداً توزیع می‌شود. خون دیگر به سمت پایین کشیده نمی‌شود و در تمام بدن توزیع می‌شود. در واقع به داخل جمجمه فشار بیشتری وارد می‌شود و ما می‌خواهیم بدانیم آیا این تأثیر منفی بر فعالیت مغز ما دارد یا خیر. تیم دیگری از مونیخ می‌خواهد بداند هنگامی که بدن انسان تحت تأثیر جاذبه زمین نیست، اعضای بدن به چه سمتی حرکت می‌کنند و در چه حالتی قرار می‌گیرند. هدف ما جمع‌آوری اطلاعات در مورد نحوه استراحت انسان در حالت میکروگرانش است. در ارگونومی حالتی وجود دارد به نام استقرار خونسا، استقرار صفر، و برای یافتن اطلاعات بیشتر درباره این حالت باید در میکروگرانش قرار بگیریم. آزمایش دیگری هم انجام می‌شود. این تیم فرانسوی می‌خواهد نحوه انتقال حرارت در اطراف حباب‌ها در مایعات به جوش آمده را درک کند. هنگامی که تحت تأثیر جاذبه زمین قرار نداریم، نحوه جابجایی حرارت هم تغییر می‌کند. دیگر نمی‌توانیم آب را با همان کارایی و در همان درجه حرارت جوش بیاوریم. فشار هوا تغییر می‌کند. دما و در کل قوانین فیزیک در حالت بی‌وزنی عوض می‌شود. اما برای درک این پدیده، برای مثال نقطه جوش آب، باید دید دقیقاً برای یک حباب آب چه پیش می‌آید. در ارتفاع 6000 متری خدمه هواپیما آماده انجام اولین منحنی یا پارابولیک است. هنگام این مانورهای سهمی شکل هر دو خلبان همزمان هواپیما را خلبانی می کند. یعنی یکی از خلبان ها عامل بار را کنترل می کند و سکان هدایت افزودنی دارد، نه دسته خلبانی واقعی. این چیزی است که اینجا اضافه کردیم و اجازه می دهد که نوک هواپیما را به بالا و پایین ببریم. Thank you.
31 مانور سهمبی شکل افراد داخل هواپیما را 31 بار به حالت بی‌وزنی می‌برد. اما تنها پس از دومین مانور تیم فرانسوی مشکلی پیدا می‌کند. در تجهیزات آنها یک نشتی وجود دارد. امیدوار بودیم که نتایج خوبی به دست بیاوریم، اما در آخر متوجه شدیم که یک مشکل فنی داریم. در واقع از همان آغاز کار برای اتصال لوله‌ها مشکل داشتیم و مایعی را که قرار بود در این آزمایش استفاده کنیم از دست رفت. بنابراین آزمایشمان را پس از 15 دقیقه قطع کردیم. در آن سوی هواپیما کار تیمی که در مورد حالت بدن انسان مطالعه می‌کرد به خوبی پیش می‌رود. خب، سوژه هنوز به دستگاه متصل است با چشم‌های بسته و به موسیقی گوش می‌دهد و با همان گوش دستورها را اجرا می‌کند. حالت‌های بسیار جالبی را می‌بینیم، حالت‌هایی که بر روی زمین پیش‌بینی نکرده بودیم. کنار آنها آزمایش‌های علمی ورزشی استفان اشنایدر انجام می‌شود. با توجه به اینکه بارها نوک هواپیما نسبت به زمین زاویه‌ای بیش از 40 درجه تشکیل می‌دهد و دوباره به حالت عادی برمی‌گردد، تمرکز بر آزمایشات کار ساده‌ای نیست. در طول پرواز دو دست خود را روی آنها می‌گذارم تا کمی آنها را ثابت نگه دارم. برای ایمنی بیشتر آنها با یک کمربند بسته شدند، اما باز هم 5 یا 10 سانتی متر از جای خود بلند می‌شوند. من فقط می‌خواهم با آنها بگویم که من اینجا هستم و از آنها مراقبت می‌کنم. نگران نباشید، راحت باشید، من با شما هستم. استفان بر نحوه انجام محاسبات ساده در حالت بی‌وزنی نظارت می‌کند. تقریبا به پایان آزمایش رسیدیم. این آخرین مأموریت ما بود. همه به خوبی کار کردند. هر دو کمی بیمار هستند، اما من واقعا خوشحال هستم. آنها خیلی زحمت کشیدند تا من همه اطلاعاتم را به دست آورم. با ادامه مانورهای هواپیما، داوطلبان آزمایش تام دیرلیش آزادانه در هوا میچرخند. همه حرکات آنها از طریق دوربین ضبط میشود. داده های ویدیویی را به یک سری تصویر تبدیل میکنیم. هر کدام از سه دوربین یک سری عکس ارائه میکنند و سپس هر سه تصویر با یکدیگر هماهنگ میشوند و از طریق یک نرم افزار ویژه یک مدل سه بعدی از استقرار انسان در آن لحظه به دست میآوریم. خلبانان بسیار متمرکزند. خلبان دیگر به کمک دو تکه تناب مسئول کنترل بال‌های هواپیماست و باید مطمئن شود که آنها در طول این مانورها کاملا افقی باقی می‌مانند. بنابراین او قادر است بدون اخلال کار خلبان دیگر روی محور هواپیما عمل کند. بلافاصله پس از پایان آزمایش‌ها، پژوهشگران در مورد تجربیات به دست آمده گفتگو می‌کنند. در نهایت آیا مغز ما در حالت بی‌وزنی به نحو دیگری کار می‌کند؟ فکر نمی‌کنم خود گرانش تأثیری داشته باشد. به نظر من این بیشتر به استرس ربط دارد. احتمالاً تأخیری در مورد زمان واکنش و فعالیت مغز می‌بینیم. در طول پرواز هرچی بیشتر استرس داشته باشیم، زحمت مغز بیشتر می‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند همه توانایی خود را به انجام وظیفه اصلی خود اختصاص دهد. البته منابعی هم به وظایف دیگر اختصاص می‌دهد. به عنوان مثال درک درونی اینکه واقعاً احساس بیماری می‌کند. تیمی که استقرار بدن انسان را بررسی می کند، پرواز بسیار موفقیت آمیزی داشت. هیچ یک از داوطلبان مریض نشدند و از نظر علمی اطلاعات بسیار خوبی به دست آمد. نوسان‌های جالبی بر روی بدن مشاهده کردیم. هنگامی که بدن ما به ورود به میکروگرانش واکنش نشان می‌دهد، سعی می‌کند مرکز ثقل جدیدی برای خود پیدا کند. سه نفر در این آزمایش شرکت کردند و برای ما زیر نظر گرفتن رفتار آنها بسیار جالب بود. سه عضو تیم فرانسوی نتوانستند آزمایش خود را به خوبی انجام دهند.
کمی ناراحت کننده است. 6 ماه است که خود را برای این آزمایش آماده می‌کنیم. تنها اجازه 3 پرواز داریم. 3 پرواز با هر کدام 30 مانور پارابولیک. بنابراین 1/3 از آزمایش را به هدر دادیم. 3 ساعت پرواز، 31 مانور سهمابی شکل و بیش از 11 دقیقه بی‌وزنی، هواپیما به فرودگاه برمیگردد و بعد از یک عکس دست جمعی، یک جلسه عمومی برگزار می‌شود. هواپیمای نووا اسپیس در سال چندین پرواز پارابولیک برای مشتریان مختلف مانند آژانس فضایی اروپا انجام می‌دهد. البته همه آنها شامل گرانش صفر نمی‌شوند و برخی از پروازها گرانش سیارات دیگر را ایجاد می‌کنند. می‌توانیم پروازهای پارابولیک را به نحوی انجام دهیم که جاذبه کاهش یابد. یعنی می‌توانیم کاری کنیم که دقیقاً گرانش صفر یا بی‌وزنی کامل نباشد و مانند ماه یا مریخ گرانش کمتر باشد. دقیقاً همان احساسی را پیدا می‌کنید که انگار بر روی سیاره مریخ هستید. هر سال یک بار همه تجهیزاتی را که فضانوردان یا ربات‌ها احتیاج دارند کنترل می‌کنیم. ابزار حفاری یا نشسته بر روی سطح ماه یا مریخ. گام بعدی پروازهای تجاری است. قیمت بلیط حدود چند هزار یورو خواهد بود. قیمت یک تجربه منحصر به فرد.